خليل سلامات بخير. بعضی که کاغذها بریده شد به اندازه ها و اشکالی که ضرورت دارن اینا کاغذها میبرن و میدن بعد به اینا و اینا بروی همه کاشی هایی که از کارخانه کشی پزی میآید بروی همه کاشی ها میچسبانن و ما به همه اندازه میشکنن. نام شما چیه بابا؟ بسم الله الرحمن الرحیم. اسمم سید محمد. چند وقت میشه شما اینجا کار میکنید؟ ما 57 سال 58 سال میشه که ما کار میکنیم. سبحان الله، یک عمری مدت 57 سال 58 سال میشه که اینا اینجا کار میکنن. واقعا این بسیار یک هنر جالبیه و قابل قدره و واقعا پرزحمته. شما از کار خود لذت میبرین؟ ما کار خود رزی مگه رزی نمیبینیم؟ مدت کار نمیکردیم دیگه. ما تو سر ما بزرگ نبود، خود ما رزی بیدیم که کار کردیم. اول ما بعد بزرگ اسلام بودیم. من دیگه یک سنت تاریخی نام شما چیه؟ نامون میرامه. چند وقت میشه شما اینجا کار میکنین؟ تقریبا 13 سال میشه. 13 سال میشه کار میکنین؟ سبحان الله، 13 سال هم یک عمریه. حال شما مصروف چی کارین؟ چه کار میکنین؟ مصروف دیگه هم بیدیم کشینا لاب بگیریم میتراشیم برای کار مسجده. ای همه اندازه هایی که گفتیم کاغذ میزنن به روی از این کاغذ، اینا همه اندازه کاغذ که ضرورت هست اونا نگاه میدارن، بقیه اور همراه تیشی خود میشکنم. میشه تیشی شما رو ببینیم؟ تیشی است دو طرف و تیز که مانند به چکش نیه باشه و از هر دو دهنه تیشه است و اینا با دستان پرتوان خود میگیرن اینا رو به اندازه های مختلف خورد خورد میکنن. بعد از اینکه اینا اینجا میده شد به حساب میده کردن به اندازه هایی که ضرورت دارن و مو مشخص شده که روی خط ها کشیدن و یا با کاغذ نشانی کردن، میار اینا رو یک جا پلو هم میچینن به این شکل پشت دیم معلوم میشه که شما میبینیم این دو دانه است، دو پرده است به حساب از این پشت بهتر معلوم میشه که یک کاشی سفید بوده یک کاشی سیاه رنگ سیاه. اینا رو به هم میارن داخل هم میکنن و به هم میچینن اینجا. بعد اینکه اینا چینده شد و تمام دیگه چیزایی هم که ضرورت دیش روی از این چینده میشه و بعد پشت از این قدیما با آهک میریختن با چونه با گچ بوده. قدیما با گچ کار میکردن و فعلا با سمنت کار میکنن که امی کاشیر نگاه میداره و تمام اینا با هم میجوشه و همه مثل که یک تخته شده با هم یک دست میشه و بعد از او به مو جاهایی که مشخص است میبرن نصب میکنن. و اگه شیب داشته باشه و اگه شیب داشته باشه یا اندازه‌ای او فرق داشته باشه به این جاها
قالبار درست میکنن. حال داخل ازی پر شده. ای کمی تو رقم است که یک شیبی داره که اینا بمو اندازه که همون چیزی که ضرورت است اول جای از اون میسازن، در پایین از گچ جای از اون میسازن یا از سمنت. بعد از اون اینا همون کشی ها روی از این میچینن و پشت از اون همون مواد میزنن سمنت میکنن که پس به هم بجوشه. و این همون شکلی که داخل ازی است به همین شکل ساخته میشه که بیشتر اینا در روی گلدسته ها یا مؤذنه ها یا مناره های مسجد جامع به کار رفته که جاهایی که گرد است یا مدور است. در منطقه چوک شهر نو قرار داریم و آمدیم یک نمونه به شما نشان بدیم که از همشهریان ما آمدن. بعضی کسانی که این ساختن کشی ایرانی آمدن به این چوک استفاده کردن و این کشی ایرانی که استفاده کردن پول بردن به خارج دادن یک نقص. بعضی هنرمندای ما که دیدیم که چقدر مدت ها میشه که اینجا خدمت میکنن و کشی میسازن از اونها استفاده نکردن و این پول بیگانه کردن و نتیجه کار کشی ایرانی میبینین. شما تصویر همکار ما نشان بدین که کاشی ایرانی آوردن استفاده کردن. اولا پوست انداخته و تحولات هوایی که شده، یعنی هوا گرم و سرد که شده پوست انداخته و دیدیم که کاشی تماما شریده و کاشی خود ما طوری ساخته شده که همون خود کاشی سنجیده شده، همون فرمولی که در او به کار رفته برای ساختن کاشی با او سنجیده شده که کشی چگونه ساخته بشه و برای آب و هوای هرات ساخته شده او کشی. و این کشی هایی که از خارج میارن یا با کیفیت پایینه یا ای که برای آب و هوا ساخته نشده، به این خاطر کیفیت نداره و شما میبینین که نتیجه کار او هم صفره. برنامه هراتگردی این هفته ما از چگونگی ساخت کاشی در هرات. امید است مورد پسند علاقه شما عزیزان قرار گرفته باشه. ناچاریم با شما خداحافظی کنیم. قبل از خداحافظی ایمیل آدرس برنامه ما هست herat_tourist@yahoo.com یا به شماره تلفن های خود تلویزیون هرات شما میتونید تماس بگیرید. هر گونه انتقاد، پیشنهاد و مطالبی که در مورد آبدات تاریخی یا عکس‌های قدیمی که داشته باشین در اختیار ما قرار بدین خوشحال خواهد شدین. تا برنامه دیگر و تا درود دیگر، بدرود، زنده باد افغانستان.